سلام مردم خبری های عزیز و گرانقدر، 8898 تون به خیر و سلامتی باشه. ظهر خوبی برای همه شما خوبان که گیرندتون رو بر روی مردم خبر داد تیوی تنظیم کردید آرزو میکنم. با این آرزو دعوت میکنم از شما عزیزان همراه من بهناز قدسی از استودیو پارسا همراه باشید با عکس های خبری روز و ببینیم در چهار گوشه جهان چه خبره. برای اولین عکس خبری بریم مراسم عزاداری سلطان علی ابن منصور رضا رو ببینیم که دیروز در مشهد مقدس برگزار شد. همه اونهایی که پای پیاده با پای جان خودشون رو به مشهد رضا رسونده بودند دیروز در صحن‌های مختلف به عزاداری پرداختند و من تصاویر و عکس‌هایی از صحن‌های مختلف رو برای شما آوردم تا سهیم باشین در این عزاداری. بریم سراغ عکس‌های بعدیمون. آقای رزاقی از مشهد یه سری عکس ها از کسانی که دیشب در حرم امام رضا گرفتند و با این عکس ها یاد دوستانشون کردن گرفته. عکس های خیلی جالب بود، تعدادش خیلی زیاد بود، کسانی که با دوربین دوستان خودشون رو یاد کردن و گفتن دعاگوی شما هستیم و خلاصه عکس های زیبایی بود که تقدیم نگاه شما عزیزان میکنم. خب بریم سراغ عکس های خبرهای خارجیمون. اولینش مربوط میشه به لبنان و استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که بعد از نارامی‌های اخیر در کشورش و نارضایتی مردم از عملکرد این نخست وزیر از پست خودش استعفا داد و تصاویری از استعفای تقدیم استعفاش به میشل اون رو در تصاویر می‌بینید. و اما عکس بعدیمون میبرمتون شیلی و نارامی‌ها در این کشور رو در سانتیاگو پایتخت این کشور می‌بینید. بعد از گران شدن قیمت بلیت مترو موج نارامی ها در شیلی آغاز شد. این نارامی ها اکنون به جنگ داخلی کشیده شده و همطور که از خیابان های پایتخت این کشور میبینید نارامی ها و زد و خورد مردم با نیروهای امنیتی تصاویر بسیار خشمگینی رو به جهانیان مخابره میکنه. 18 تن در این نارامی ها تا حالا کشته شدند. و اما بریم سوریه، در شرق سوریه یک تونل متعلق به داعش کشف شده و تصاویری از سلاحایی که از این تونل داعشی به دست اومده رو با هم می‌بینیم. تصاویری که از بله این هم عکسی از تونل به دست اومده و کشف شده هستش. و اما بریم عراق. نیروهای امنیتی و مقامات استان کربلا اعلام کردن شایعاتی که مبنی بر اینکه مردم و معترضان کشته شدن در نارامی های اخیر شایعه بوده و اون چیزی که بیشترین کشته و تلف به قول معروف تلفات رو داشته، یعنی زخمی هایی که به جا مونده، بیشتر از نیروهای امنیتی بوده و تصاویر خیلی زیاد بود از نیروهای امنیتی که در این نارامی ها زخمی شدند و زخمی هایی که در بیمارستان بستری بودند. من یه تعدادیش رو برای شما آوردم. بله این هم از نیروهای امنیتی که در نارامی های عراق زخمی شدند. و بریم سراغ یک محصول بسیار خوش عطر و بوی ایرانی، کاملا ایرانی، متعلق به خودمونه. بله زعفران رو میبینید، این طلای سرخ. بریم یکی از مزارع و با هم همراه بشیم با زنان و مردانی که این روزها خم میشند و تا این طلای سرخ رو از زمین برداشت کنند. با هم بریم فارسان چهارمحال و بختیاری و ببینیم برداشت زعفران، این طلای سرخ رو در این منطقه. از هر 10,000 متر، یعنی 1 هکتار این مزارع، یعنی مزارع گوچی در چهارمحال و بختیاری، 4 کیلوگرم زعفران به دست میاد و آماده میشه و بسته‌بندی میشه. بله این هم زعفران قیمتی برای صادرات و مصرف داخلی. خب بریم سراغ عکس های دیگه‌ای که براتون امروز در عکس و مکس آوردم. برخورد دو کهکشان رو میبینید، متعلق به 4 میلیارد سال قبل که توسط فضاپیمای هابل شکار شده این عکس زیبا و دانشمندان میگن که تصویر یک چهره انسانی رو در این برخورد کهکشانی با هم میبینیم. خیلی عکس زیبایی بود، تقدیم نگاه همه شما و همراهان مردم خبر. و اما بریم یک تابلو ببینیم، روی عکس یک مکسی بکنیم. این خانم سالمند فرانسوی این عکس رو، این نقاشی رو البته، بالای اجاق گازش در آشپزخانه نصب کرده بوده. فکر میکرده فقط یک عکس مذهبی هستش. نگو که این عکس 24 میلیون یورو قیمت داشته و به تازگی هم به فروش رفته. خب
بریم لبنان و یک نکته خیلی جالب در میان شیعیان لبنان وجود داره و اون هم ارادت خاصشون و علاقه خاصشون به نام حضرت علی علیه السلام هست. هر خانه‌ای که پسری دارند، اگر چند تا دارن، حتما یکی از اونها نام علی رو به خودش اختصاص داده. و در عکسی که می‌بینید یکی از آزمایشگاه‌ها در لبنان هستش که نشون میده تمام قفسه‌ها با حروف الف با تقسیم بندی شده و فقط یکی از این شلفا، یکی از همین طبقات به نام علی اختصاص داره، اون هم به خاطر تعداد زیاد نام علی در این کشور هستش. خب بریم سراغ عکس ها و مکس هایی که در عکس و مکس امروز داریم. روی این عکس یک مکسی میکنیم، تور هوایی هستش در شادگان ایران، در تالاب شادگان که در استان خوزستان واقع شده. این تورها رو به صورت هوایی نصب میکنن و پرندگان مهاجر بیچاره ای که میخوان به این منطقه بیان رو شکار میکنن. و نوشته بود که هیچ پست نگهبانی هم این تالاب نداره. واقعا باعث تأسف هستش پرندگانی که برای کوچ زمستانیشون این تالاب رو انتخاب میکنن، اینجور شکار میشن. و ما بریم عکس بعدیمون. بله، بریم یک حرکت خوب، یک کار ناب، یک مهربانی زیبا رو در قم ببینیم. یک نانوای عزیز قومی اینجور بنر زده که تمام پاکبانانی که به این نانوایی مراجعه میکنند نان رایگان دریافت میکنند. احسنت به این همه مهربانی. به پایان عکس و مکس امروز 8898 رسیدیم. روزگار خوشی برای همه شما مردم خبری ها آرزو میکنم. بدرود تا درود دیگر. We'll be right back.